به نام خدا. سلام بچه ها، یه قسمت دیگه از حل تست های ترکیبیات، موضوعات بیشتر حول و حوش همون جایگشت ها و مثلا جابجا کردن اعداد و حروف میچرخه. چند تا هم بحث های مربع لاتین داریم که باید نکاتش رو با هم دیگه سریع با هم مرور کنیم. حل معادلات سیاله و تلجاب هم تو موضوعات امروزمون هستش. بریم کار امروز رو با هم دیگه دنبال کنیم. با شماره 22 شروع میکنیم. چند تا تابع از یه مجموعه 4 عضوی 1 2 3 4 به یه مجموعه 5 6 7 اونم 4 عضوی 5 6 7 8 داره، میشه نوشت که بردش شامل 6 باشه. ببین یه کاری میکنیم، برد اینجوری بود دیگه. من یه بار بنویسم اینجا مجموعه آ بود 1 2 3 4 بود، بعد اینجا مجموعه B هم دامنه بهش میگفتیم 5 6 7 8. کل توابع رو با هم بنویسیم، کل تابع ها رو بنویسیم. کل تابه ها میشه این چند هم میشه چابه توان چهار خودمون دیگه یاد باشه دیگه. تعداد این به توان تعداد همدامه به توان تعداد چی؟ دامنه دیگه. چابه توان چهار یا همون دو به توان هشت خودمون دیگه. 256 حالت. این تموم شده است. تو این 256 حالت یه سری هستن که به 6 فلش وارد میشه، یعنی 6 جزء برد حساب میشه. یه جایی هم هست که تو این 256 حالت به 6 فلش وارد نمیشه، این 6 جزء بردش حساب نمیشه. بیام بگیم آقا توابع که 6 برد نیست، 6 تو برد نیست، اینجوری بگیم 6 آقا نمیخوام بهش فلش وارد بشه، نمیخوام. خب اون وقت چند تا حالت میشه؟ میشه تعداد اینا 3 تا، 3 به توان 4 میشه 81 حالت. 81 حالت دارین شما که به 6 فلش وارد نمیشه. من میخوام فلش وارد بشه، برد شامل 6 باشه. یه منها داره دیگه، نشه ها رو حساب کردی، بشه ها رو میخوای. 256 رو باید مینه چند کنی؟ 81 کنی دیگه، تماشو رفت دیگه. این 5 تا، این هم که 25 میشه چه 17، 175 حالت میشه گذین چند؟ 1. تمام. بریم بعدی. 23. برقام 0، 1، 2 تا 6 چند تا 4 رقمی بیشتر 5000. یه ریز نکته. ببین این 4 رقمی داری، بحثی هم توش نیست. اولا من یه 4 رقمی اینجا بذارم برای شما. مثلا یکان، دهگان، صدگان، هزارگان و این حرفا دیگه. وقتی میگه بیشتر 5000 باشه، خود اینجا میتونه 5 بشینه، یعنی 5 اجازه نشستن داره. چون اد 5 اینجا بشینه، تو میخونی اینو 5000 و 100 درصد 5000 بیشتر میشه. بعد 6 هم میتونه اینجا بشینه، ولی 4 اینا دیگه اینجا نمیتونه بشینه. پس اینجا بین 5 و 6 دو حالت میتونه بشینه. خب خدا روشو بریم جلوتر. اینجا چند حالت میتونه بشینه دیگه؟ چون گفت تکرار مجازه، کسر رو حذف نمیکنم. هفت حالت میتونه اینجا بشه، هفت حالت هم اینجا، هفت حالت هم اینجا میتونه بشه. تمام شد؟ نه، حساب کتاب کن، کار داریم با هم دیگه. یه 49 دارم اینو با هم دیگه. اینجا هم 14 داری، 49 زب 14 میخوام برام حساب کنین دیگه. 49 تا 36 اینجوری، 16 و 9 با هم دیگه میشه 25، 28. اینم 4، 686 حالت میشه. خدا کنه 686 تو گزینه‌ها باشه تو هم بزنی غلط بشه. چرا؟ حداقل یه نکته یاد بمونه. دلیلش چیه اون نکته یاد بمونه؟ ببینیم اینجا که بودی 5 هم میتونه اول بشینه و 686 تا عدد ردیف کردی، یکی از عددا که تکرار مجاز نیست اینه، میتونه هر سه تا اینا صفر بشینه. اجازه نشستن داره دیگه. 5000 هم میتونست بیاد تو بازی ها. تو که اینو نمیخوای، تو گفتی بیشتر از 5000، خود 5000 رو نمیخوای، یه دونه رو نمیخوای. یه منهای یک بعد اینجا میذاشتم، یه منهای یک اینجا بود، یعنی 685 حالت و یه حالت که 5000 هست اون رو باید کم میکردی. گزینه چند میشه؟ گزینه چند؟ 3. نیاز بریم بعدی. 24. ارقام 1 2 3 تا همینجور 7 و 8 و 9 6 هم تو بازی این سوابه. 4 رقمی میخوام بشینه، زوج بیشتر 6 و 500. 4 رقمی بذار ردیف کنم. تکرار ارقام هم مجاز هست، یعنی میتونی تو تکرار کنی. رسید دوربین خوبه اینجوری ها. این مثلا یکان، دهگان، مثلا صدگان، هزارگان، این حرفا. اول وقتی میگی 6500 بیشتر باشه، 6 تو رقم ها ندارم. اینجا 7 بشینه خوبه دیگه، میخونی 7000 رو 100 تا 6500 بیشتره. 8 هم بشینه خوبه، 9 هم بشینه خوبه، مشکل خاصی نداره. پس سه حالت اینجا میتونه بشینه. ابو باش. کسی هست نمیشه؟ نه نمیشه. پس 1 2 3 4 6 6 حالت اینجا، 6 حالت هم اینجا، اونجا زوج میخوای. زوج میخوای تو فقط میتونی 2 بذاری اینجا، 8 میتونی بذاری اینجا. دو حالت بیشتر نیست. دو حالت هم اینجا. ضرب کن قال قضیه رو بکن. شما یه دونه 36 اینجا داری، یه دونه هم اینجا 6 داری، میشه ضربشون با هم دیگه 216 حالت. 216 حالت پیدا میکنم برات. گزینه چند میشه؟ 4. اینا از 24. بریم بعدی. 25.
تا جوابای صحیح این معادله رو میخواد با شرط های نگفته صحیح نامنفی، اما در ادامه خوب نگاه کنی گفته بیشتر از یک، بیشتر از دو، بیشتر از دو. خب این همون صحیح نامنفی شماست دیگه، نامنفیش اونجا در بطن کار گفته، گفته بیشتر از یک، خب صد درصد منفی نیست. این داستان تا اینجا هست. یه مشکل دیگه هم دارم، یکی از اینا ضریب داره با عدد گذاری میجوری، یعنی یکیشون با بقیه فرق میکرد، سعی میکردیم با عدد گذاری مثلا موضوع ببریم جلو. باش ببریم جلو ببینیم داستان چی هستش. آقا ایکس شماره یک رو باید عدد بذاری، صفر نه بیشتر از یک بذاری، باش بیشتر از یک، یک میذارم دیگه. اون وقت میشه ایکس دو به اضافه ایکس سه، اینو یک بذارم سه، یک سه تا میره و کم میشه، میشه نه. شرط ها رو نکن، شماره دو بزرگتر هم بزرگ دوه، این هم بزرگتر هم بزرگ چنده دوه. نفری باید دوتا کم کنی، هم دوتا گلات رو بگیر بیا اصلاحی، یعنی باید براش بری اصلاحیش میشه x2 به اضافه x3، دوتا این دوتا این چهار تا کم میکنم، اینجا میفته پنج. تا جواب هایی میشه چی؟ پنج به اضافه یک یک، این کامین های یک، کامین هایی که یادتون میاد که ترکیب یک از شیش میشه، میشه شیش حالت. این یه وضعیت x شماره که دو بذاریم، باش x2 به اضافه x3 مصبه سه دوتا میشه شیش تا. اون وقت کم کنم میشه جواب 6. بعد دوباره اینا بزرگتر مثل چند هستن؟ دو هستن دیگه. نفری دوتا هم کم میکنم، اصلاحیه براش میرم، یعنی x2 به اضافه x3 اصلاحیه 4 تا کم میشه، میشه دو تا. جوابی میشه 2 به اضافه 1 1. 1 از 3 که جوابش میشه حالت 3 حالت. بریم بعدی x1 3 باشه. 3 3 تا 9 تا میذارم اونجا، میشه x2 به اضافه x3 9 تا ازش کم کنم میشه 3. دوباره بزرگ تموز دو، بزرگ تموز چند دو. نفری دوتا هم ازشون کم میکنم، اصلاحیه میدم x2 به اضافه x3 چهار تا کم بشه میشه منفی. این دیگه جواب نداره، چون صحیح نامنفی با صحیح نامنفی منفی یک نمیده که بهت کنسل شد، پس اینجا جواب نداره دیگه. انجام بدم ادامه نمیدم، جواب نداره. کل حالات رو جمع کن، 6 تا حالت اینجا داری، 3 حالت هم اینجا داری، کلا میشه برای شما چی چند حالت؟ 9 تا حالت. گزینه میذاری چند؟ گزینه یک. بریم شماره 26 رو با هم دیگه ببینیم. تعداد جواب‌های صحیح نامنفی معادله رو میخواد، یکیشون با بقیه فرق داره. تو اینجور وقتا گفته بودیم چیکار می‌کنیم؟ عددگذاری باید انجام بشه دیگه. عددگذاری انجام میدم، x شماره 1 رو من برات میذارم چند؟ 0. صحیح نامنفی از 0 شروع میشه دیگه. چه اتفاق میفته؟ اینکه 0 میشه شماره 2 و شماره 3 و شماره 4 جمعاً 15. تعداد حالت‌های این چی میشه؟ فرمول کلی رو بلد این دیگه، n به اضافه k مینها 1. اینجا هم چی بود؟ k مینها 1. این تعداد جواب تو هر محله رو می‌خوای پیدا کنی. خب میشه انتخاب 15، k مینها 1 میشه چند تا؟ دو تا. ور نداری 4 مینها 1 بذاری، یا این 4 شماره این تعداد مجهول‌ها رو بعد اینجا بشماری، تعداد به اضافه ها رو بشمار چی است؟ دو تا، اینم دو تا، یعنی میشه انتخاب 2 از 17 دیگه برای شما. 2 از 17 باید حساب کتابش انجام بدی، میشه جواب چند؟ اینجا حساب کتابش رو درست انجام بدم، 17 ضرب در 16 تقسیم بر 2 ساده میشه، میشه 8. شما این 6 5 136 تا اینجا دیگه، 80 تا با اون 56 تا میشه 136 تا. این تمام تا اینجا. یکی دیگه باید حساب کتاب کنی بر من، x شماره 1 رو بذارم چند؟ 1. اون وقت شماره 2 و شماره 3 و شماره 4 جمعا 1 میره اومد کم میشه، میشن 14. تا جواب این چی میشه؟ میشه 14 به اضافه 2، اینم 2، یعنی انتخاب چی؟ 2 از 16. این حساب کتابش میشه 16 ضرب در 15 چندم دوم ساده 8. 80 تا با اینجا 120 تا دیگه. اینم تا اینجا. x شماره بعدی با قرمز بنویسم مثلا، x شماره 2، x شماره 1 رو میذارم چند؟ 2. x2 x3 x4 جمع انجام 2 به توان 4 میشه 16، از اون کم میشه میشه منفی 1 دیگه نداشتیم. ها ببین جمع چند تا نامنفی که 0 0 0 0 کم کم میشه منفی، چه جوری تو به داخل منفی نداری، میشه جواب نداری دیگه. ادامه نمیدم، تو جواب کل من میشه 136 تا به اضافه یه نم چند تا داری 120 تا داری دیگه، 6 5 2 256 حالت میشه دیگه. گزینه چند؟ 3. اینم 26. بریم بعدی 27. از هر کدوم از مقاطع درسی هفتم تا دوازدهم، هفتم هشتم نهم تا دوازدهم، 5 دانش آموز اومدن. خب خوبه، هر مقطع 5 نفر رو آوردیم. بخوام چیکار کنیم؟ می‌خوایم به چند حالت میتوانیم 4 تا دانش آموز از بین شرکت کنندگان انتخاب کنیم. 4 تا دانش آموز از بین شرکت کنندگان یه خورده شاید آشنا به نظر میرسه، ما یه بار سوالی حل کرده بودیم که غیر همستانی، غیر هم منطقه‌ای. خب ولی یه خورده نگاه کن سوال، به طور که دقیقاً سه مقطع مختلف، نگفته چهار مقطع مختلف، نگفته غیر هم مقطع.
این گفته از سه مقطع مختلف انتخاب شده باشه. خب پس چه جوری میشه سه چهار نفر از سه تا مقطع؟ ببین داداش، اولا شما 1 2 3 4 5 6 تا مقطع داری، 6 تا مقطع داری، 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 6 تا مقطع داری. اگه میخوای از سه تا مقطع انتخاب کنی، سه تا مقطع باید بیاری تو کار، بعد مثلا یه مقطع یه نفره باشه، یه مقطع یه نفره باشه، یه مقطع مثلا چی باشه دو نفره باشه. حالا شاید مثلا نمیدونم کدومش دو نفره، بالاخره باید یه مقطع دو نفره باشه تا جمعاً کلا نفرات تو بشه چی؟ 4 نفر بشه. خب اولا سه تا مقطع از بین 6 تا مقطع انتخاب میکنم، سه تا مقطع دارم و یکی از مقطعامو انتخاب میکنم که تیم دو نفره بردارم باشه، یکی از مقطعها، یکی از اون سه تا مقطعی که آوردی رو انتخاب میکنم که تیم دو نفره بکشی بیرون. خب و مقطعی که انتخاب کردم دو نفر از 5 نفرش رو ور میدارم، مقطع بعدی یه نفر از 5 نفرش رو ور میدارم، مقطع بعدی هم یه نفر از 5 نفرش رو ور میدارم. ببین اول سه تا از مقطع ها رو انتخاب کردی، خب سه تا مقطع دستته، یکی از اون مقطع ها باید دو نفره بشه که مقطع دو نفره رو انتخاب کردی، دو نفر باید بیاد. خب از اون مقطعی که انتخاب کردی دو تا از 5 تاشو برام داری، یکی از اون یکی مقطع، یکی از اون مقطع، که کلا اینجا بشه جمعاً اینا بشن چی؟ 4 نفر انتخاب شود حاصل بده بیاد. این چی میشد؟ بذار ببینم 6 5 4 پایینم 3 2 1 دیگه. این دیگه جوابش، این که جوابش 3، اینم که جوابش 7 هم 10، این جوابش 5، اینم جوابش چند 5 دیگه، اینم که با عزت و اینو اینم میره. خب حساب کتابو انجام میدیم با هم دیگه، لطفا این میشه 20، 20 تا میشه چند 60، اینجا میشه کلا چند 600، ضرب در چند 25. کاش این 25 رو که داشتیم این اینجا حساب نمیکردم، کاش این 4 رو تو اون 25 ضرب میکردم، چون وقتی شما این 4 رو تو این 25 ضرب میکنید 100 ایجاد میشه راحت تری. مثلا پس 4 تا 25 رو میشه چی؟ 100 تا 2 سه باید میشه 1000 تا، پس این 3 صفر داری. تو فقط یه سه طلبکاری از من باید اینه 5 15 15 با اون 3 تا 0 میشه 15000. حالا قضیه کندشون دیگه، اینجا بهتر بود حساب میکردم. 15000 گذشته چند میشه؟ گذشته چند؟ 4. 28 رو بریم. 28 یه خدایش یعنی سال راحت های تیپ دهمه دیگه، اینا بلد نباشید یه خدای خیلی نامردی. با ارقام 0 1 2 تا 4 چند تا سه رقم میتوان نوشت که چی؟ رقم یک دهگان و صدگانش فرد باشه، تکرارم مجازه، دست گلت هم درد نکنه. بی اینجا یه دقیقه آقا بیا، این مثل یکانه دهگانه این صدگانه این حرفا فرد باشه اینجا، پس میتونه تو این صدگانه شما یا یک بشینه یا سه بشینه، دو حالت، یک بشینه سه بشینه، کسی هم حس نکردم چون خود گفتی تکرار مجاز. اونجا هم که آزادی، هر کی نشست نشست دیگه، صفر هم که مشکلی، اونجا هم میتونه بشینه. پنج حالت هم اینجا میتونه بشینه. داداش 4 5 تا 20 حالت قال قضیه رو بکنیم، من چی دارم بگم؟ گزینه 4. 29 بریم. 6 تا زوج زن و شوهر میخوان دور یه میز بشینن، در چند حالت؟ آقایین یکی در میون میشینن، باشه اون پرانتز زن و شوهر رو گذاشته تو پرانتز، یعنی که فکرای بد نکنین دیگه. در چند حالت آقایین یک در میون میشینن؟ خب آقا یه دایره داریم، دو دایره چیدن رو دور میز چیدن گفته بود n - 1 فاکتوریال، یاد میاد که خط صاف چیدن n فاکتوریال، گردی چیده شدن میگه n - 1 فاکتوریال. آقایون رو بچین، میخوام کنار هم نباشن. آیون چینششون 6 نفر هم دیگه، 6 نفر آقا رو میخوای بچینی، سریع میگی آقا n-1 فاکتوریل یعنی چی؟ 5 فاکتوریل، اینجوری میذاری به من. مثلا بعد بینشم جا خالی نباشه ها، آقایون اینجا ها مثلا بشینن 3 4 5 6. حالا خانم ها چند تا جا دارن؟ خانم ها باید حتما وسط اینجا ها بشینن، باید نمیشه اینجا خالی بذاری، اینجا هم نمیشه خالی بذاری، باید اینجا بشینن، باید اینجا مثلا این 5 تا خانم بشینن. خب چند تا جا خالی؟ 1 2 3 4 5 6 تا، درسته؟ ضرب در این حالت کلو میخوای حساب کنی که خانم هم بشینن، 5 فاکتوریال تو ضرب در چی میکنی؟ 6 فاکتوریال دیگه، گرد حساب نمیکنی براشون، چون یه حالت اینجوری نیست که بگی میخوام یا نمیخوام، این خط صاف حساب میشه برای شما. 5 فاکتوریال ضرب 6 فاکتوریال تو گزینه ها، گزینه چند دارم؟ گزینه 2 میشه دیگه. اینم هست. بریم شماره 3. چند تا عدد طبیعی دارم بین 9 تا 1000؟ این حواستون جا باشه، بین 9 تا 1000 خود 9 رو نمیگه، 10 تا آخر تا 999 دیگه. میتوان ساخت تا 10 تا 999 دو رقمی و سه رقمی میشن دیگه. خاص ضرب رقماشون فرد باشه. آها این یه خورده نزد عدد توش خاطیه دیگه. ببین وقتی شما حاصل ضرب فرده، حتما همشون فردن،
ضرب فرد این همه رقم فرد. پس تو دنبال این تیکی میگه حاصل ضرب رقم فرد باشه، یعنی رقم ها کلن باید فرد باشن. رقم فرد یک هست، سه هست، پنج هست، هفت، نو، از اینا میتونی استفاده کنی فقط. خب یا دو رقمی هستی نه به بعد دیگه، یا اینکه سه رقمی هستی دیگه یه نه، یا اینجا دیگه دو رقمی که میگی پنج حالت ضرب در پنج حالت، یکان در کن پنج حالت پنج حالت میشه چند تا حالت میشه 25 حالت. سه رقمی میگی پنج حالت پنج حالت پنج حالت، حل قضیه اینجا میشه چقدر 125 حالت کلن چی میشه؟ میشه 150 حالت جمع میزنم میشه تمام 150 گوزه چند سه. بریم بعدی سی و یک. افراد A B C D تا H رو میخواد دور یه میز دایره ای بنشونه که حالت A و D کنار هم مینشینن. ببینید یه میز دایره ای N - 1 فاکتوریال دیگه اصولش دیگه، شما یه همچین چیزی A و D کنار هم باشن، یعنی مثلا این A این D فرض اینو بغل اینا رو یه بسته حساب میکنه. بقیه‌شون حالا نمیدونم این یک مثلا A و D این 1 2 بسته 4 5 6 حالا میشینن دیگه 1 2 3 4 5 6 اینا میشینن. ببین چند نفر داره بشونن یه بار دیگه 1 2 3 4 5 6 7 نفرن اینا با هم یه بسته حساب میشن، یعنی از اون فرمول n - 1 بگیرم 7 - 1 فاکتوریال باید بنویسم دور میز یک. آقا خود a d میتونه جاشون عوض کنه؟ آره دیگه این a d d a میتونه جاشون عوض کنه. یه ضرب در دو هم داریم بخاطر اینکه a d میتونه جاشون عوض کنه. خب پس میشه 6 فاکتوریال ضرب چند؟ 2. 6 فاکتوریال حفظ ان شاء الله دیگه 720 تا ضرب در چند هم میکنید 2440 تا درسته؟ 2440 همین 2 ضرب 7 فاکتوری داشتیم، 2 ضرب 6 فاکتوری تو گزینه هست، گزینه 3 اینه، گزینه 3 همینجا باید میزدم. تمام بریم بعد 32. میگه عدد 1 تا 5 رو میخوام تو این دایره ها قرار بدم، ببینیم چند حالته. ببینیم ممکنه مثلا این دیدگاه این باشه که بچه ها مثلا فکر کنن که این حالت گرده، ببین باید تو حالت گرد شکل متقارن متقارن باشه. یعنی اگه احیانا من این شکل رو باز اینجوری میکشیدم مثلا یه همچین وضعیتی برای تو مثلا میذاشتم بعد شکلی سر متقارن میچیدم میگفتی خب آره دایره‌ای متقارن و این حرف از اون انیمین یک فاکتوری رو حساب میکنیم حساب میکنیم بحث جدا میشد. مثلا این نیست، شکل متقارن نیست، یعنی میتونم بگم یه وضعیت دایره‌ای نداره. منظور من متقارن نیست که بگی اونجا یه عمود منصف میذارم نه من متقارن این حساب منظور نیست، شکل حالت دایره‌ای نداره. پس از اون انیمین یک فاکتوری استفاده نمیکنم، مستقیم از همون این فاکتوری استفاده میکنم. میشه چند حالت؟ میشه 5 فاکتوری. قال قضیه رو میکنی گذشتن 2. بریم 33. سیاسه که سال گلابیه دی آقا مربلاتی مرتبه دو، آقا باید دو در دو باشه. بعد خب اینه که این که کنسله، بس چهار اینجا چیکار میکنیم کنسله، سه اونجا چیکار میکنم کنسله، هم یه دونه دیگه تموم شد مربلاتی دو در دو. تعریفه دیگه، آموزشه. یعنی بیا بعدی حالا کدومش مربلاتی مرتبه سه؟ خب مرتبه سه که دست نکنه سطح ستون نباید تکرار به شما بده دیگه. این چرا اینجا سه تکرار شده کنسله؟ بعد اینجا چرا سه تکرار شده کنسله؟ بعد اینجا دو تکرار اینوری شده کنسله، فقط این میمونه براشون. تازه چیز دیگه هم داشتیم تو مربع لاتین 3 در 3 که حتما یا این قوتش یا اینکه قوتش بچه باشه تکرار میشه. این قوتش یکسان یک 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 تکرار میشه، علاوه بر این یک 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 تکرار میشه یا اینوریش تکرار بشه، سطح سطور هم تکرار در کار نباشه دیگه. تو 3 در 3 این قوتر این هم گفته بودیم. 34 گذاشت یک تموم شده است. بریم بعدی 35. مربع لاتین چرخشی، چرخشی این بود که آقا از اون و در میورد، یعنی خشاب از این و وارد میکرد، دوباره یکی دیگه در میورد وارد میشد. یه نگاه بندازیم مثلا گزینه 1 1 2 3 3 اینجا در بیاد وارد میشه میشه 1 2 خوبه، 2 اینجا در میاد وارد میشه 3 1 خوبه، این چرخشیه. هم گزینه 1 تموم شد. چرخشی یعنی انگار مثلا این خشاب مثلا شما یه در اینجا ورداری وارد کنی اینجا بیاد برن جلو، دوباره یه در اینجا ورداری اینو برن به سمت چی جلو. اینو میگم سیستم چرخشی. حالا یا تو ستون یا تو سطح اتفاق میفته که اینجا توی سطح اتفاق افتاده. گزینه 1 تموم شده است دیگه، اصلا بحث دیگه با هم دیگه نداریم. بریم پایین 36. آه حالا کدوم متعامده با این 3 در 3 کدومش متعامده؟ نکات متعامد آقا چند تا داستان داشتیم اینجا تکرار رو تکرار ندو این حرفا، ولی قبلش تو 3 در 3 گفته بودیم وقتی این قطرش تو جلسه اول دیگه از جلسه اول حل تستا این قطرش تکراریه، اون با قطر اصلیش تکراریه، اون با قطر فرعیش تکراری باشه. یعنی دو منجا یک 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 میگردی اونجا باید یه چیزی باشه اینوریش تکرار بشه، این که اینوریش تکرار نمیشه کنسله، این تکرار میشه خوب خوب این میمونه، این تکرار نمیشه کنسله، این تکرار نمیشه کنسله، همین گزینه سه تا شد. یعنی یه روش سریع یافتن ماتریس مربع متعامد با یه 3 در 3 اینه که این تکرار میشه، یکی بعد تکرار میشه متعامدش. علاوه بر اون یه چیز دیگه هم داشتم آقا، یک یک اینجا تکرار میکنه اینجا تکرار نده، یک یک اینجا تکرار میکنه تکرار نده، دو دو اینجا میاد اینجا تکرار نده،
سلسله اینجا میاد اینجا تکرار نده شبیهش، یا این مثلا این دو دو که اینجا هست اینجا تکرار نده برای شما. این مقایسه ها رو هم داشتی در حد کلی، چه 3 در 3 چه 4 در 4 الی آخر، منتها در مورد 3 در 3 گفتیم این قطر اوکی بشه متعامدش حتما از این ور یکسان در میاد. اینم 36 تمام، بیا پایین 37. حالا یعنی رسما داره اعلام میکنه تو 37 آقا مربع لاتین رو برام خونه‌هاشو بچین ایکس ای رو پیدا کن. واقعش اینه که یه جور تست هوش بیشتر تو این سبس ها ایکس رو پیدا کنی یا ایگر رو پیدا کنی، یا کنی شما چه حرکتی انجام بدی ایگر رو نیا کنی ایگر. اینجا 2 که نمیتونه باشه ایگر، آقا 1 هم که نمیتونه باشه، خب از چند میتونه باشه؟ 3. مجبوری اینو 3 بذاری برای من، مجبوری. خب خوبه، حالا ایکس تو این سبس 1 نمیتونه باشه، 3 هم نمیتونه باشه، خب مجبوری 2 باشی دیگه. بقیه خونم ولش کن اصلا. تو چی میخوای؟ من 2x به اضافه y میخوام. 2 تا x میشه 4، اینم 3 میشه جواب چند؟ 7. قاله قذر کندم گزه 3. یا حتی شماره 38 هم نگاه کنیم تو همون سبک و سیاق شما چند 37 که اینجا x y میخواست خونه رو پر میکردی، اینجا بیا خونه رو بشین با هم پر کنیم x y برای پیدا کنم دیگه. چه جوری؟ اول اونجایی که خیلی چیز اطلاع زیادتر داری اینور کن 3 1 این باید حتما چند باشه دیگه، نما تکراری بده دیگه، نفس 3 نه 1 پس این چند؟ این 2 x رو پیدا کردی. خب 2 این دو این یکی حتما چند؟ این 3. خب این 3 این یکی آرمان داره خونه همه پیدا میشه، این چند؟ 2. خب این 2 این یکی این وسطی چنده؟ خب اینم 3 تام شد. اینجا هم که 1 3 این چند؟ 2. همه خونه ها پیدا شد. x چند بود؟ x 2 y چند؟ 3. تو چی میخواستی؟ x به اضافه y رو میخواستی، جواب میذاری 5 برام دیگه، گزینه چند؟ 4. سه خاصی نداره.